در حقیقت سوال دوستمون اینه که چطور میتونیم این قطعنامه ها رو موثرتر بکنیم در این مورد. اگر درباره سوالی که میکنن عرض کنم که شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی جمله ای داشت که گفته بود ما نقض حقوق بشر رو با خون خودمون می نویسیم، محکومیت نقض حقوق بشر رو و دفاع از حقوق بشر رو با خون خودمون به ثبت می رسونیم. این جان کلام قضیه است و به نظر من ارزش این قطعنامه ها هم اینه که به رغم سیاست های زد و بند بر اثر تلاش تعیین کننده یک مقاومت، مثلا ما میبینیم الان خانم ارجمندی اینجا خوب نشستن، ایشون وقتش و کارش و ساعتهای زندگیش صرف این تلاش بوده، ایشون و بسیاری زنان و مردان پیگیر دیگری که در این راه در ادامه راهی که دکتر کاظم حقوق بشر شروع کرد عمر خودشون رو صرف کردن، لحظه به لحظه، سطر به سطر این ترفندها، این نیرنگها رو در آوردن، افشا کردن، پیگیری کردن، سراغ این نماینده، سراغ اون نماینده. دندان این قطعنامه ها، من میخوام اینو بگم اونطور که این هموطن عزیز و بسیار مسئول و دقیق ما پرسید، دندان این قطعنامه ها و محکومیت هایی که رژیم خمینی پیدا میکنه در مقاومتی است که عزم کرده برای سرنگونی این رژیم و استقرار آزادی و احقاق بزرگترین حق ملت ایران. خیلی طبیعی است قطعنامه حق داره و باید به همت اون کسانی که تلاش میکنن در این مراکز فعالیت میکنن، در ژنو، در نیویورک تلاش میکنن تا این قطعنامه رو با وکابلر خاص خودش و با کلماتی که میگنجه در یک قطعنامه به تصویب برسونن. البته هر بار هم کم بودش خاطر نشان میکنن اونایی که این کارو میکنن و قطعنامه باید با همین ظرف در بیاد، ولی یک مسیر رو این دنبال میکنه. این قطعنامه ها یعنی محکومیت یک رژیمی که خب در قطعنامه اومده تو باید در قانون و در عمل این مجازات رو ول کنی، بذاری کنار، از اعدام دست برداری. و مگر رژیم خمینی این کار است؟ و مگر رژیم خمینی معطل این مسئله است که بهش بگن کن بکنه؟ هیچ، هرگز این کارو نمیکنه، بدترش رو میکنه، قوی ترش رو انجام میده. پس قطعنامه قابل اجرا در یک حکومتی که در بنیاد ضد بشریه به اعلام جنگ به جامعه جهانی داده البته نیست، ولی مجموعه این قطعنامه ها، مجموعه این فریادها، مجموعه این دادها و صداها به قول اون شاعر کاوه حداد میگردد، خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد، منتها به دست ملت ایران، به دست قهرمانان اشرف، به دست مجاهدان و رزماورانی که برای آزادی به اصطلاح به پا میخیزن و البته به تلاش بین‌المللی، به افشا و طرد این رژیم، به بستن این گلوگاه هایی که ازش تغذیه میکنه علیه ملت ایران باید ادامه بدن. بنابراین دندان و مؤثر کردن اینها در دست ماست، در دست همین هموطنان ماست، در واشنگتن، در آلمان، در ژنو، در انگلستان. مثل رضا، مثل بقیه فریاد بزنید، اعتراض کنید، محکوم کنید. اجازه نباید داد ترفندهای رژیم آخوندی که بله ما خب یک کشور اسلامی هستیم، سنت ما این دوریه، ویژگی های فرهنگی ما رو در نظر بگیرید و بهانه‌ای از این دست که فکر کنم خانم ارجمندی بیشتر بتونن اینا توضیح بدن که چه تلاش های این رژیم میکنه تا جلو این قطعنامه رو بگیره. اینها رو بایستی همین مسعود در واشنگتن، همون رضا در انگلستان و همون هموطنمون در آلمان یا در این کشور اون کشور برن افشا کنن، بگن نخ ایرانی نیست، سنت ایران از زمان کوروش رعایت حقوق بشر بوده، چه رسد به این قرن 20 و 21 که این آخونده اومدن میهن ما رو به این روز اندازن. بله، نگاهی به در واقع ریلی که قطعنامه تصویب شد بیانگر از یک طرف تلاش های رژیم برای ممانعت از این اقدام علیه رژیم است و از اون طرف اقداماتی که مقاومت در واقع صورت میده و کسانی که مخالف این رژیم، مخالف نقض حقوق بشر هستند و بیشتر آشنا میکنه با شگردهای رژیم این موضوع. من سوال بعدی رو میخواستم از خانم ارجمندی بپرسم. شما یک نکته ای مثل که داشتید که تماس رو بس کردن، اگه میشه خواهش میکنم کوتاه بگید که بله
من یک قسمتی از حرفمو آقای توحیدی زدن، زحمت منو کشیدن، از این بابت تشکر میکنم. ولی یک نکته رو بگم. ببینید، به دلایل مختلف که حالا بگذاریم از برشمردن اونها، مسئله حقوق بشر، مسئله شکنجه و این قبیل مسائل انسانی که در رژیم آخوندی مطرح است، رابطه مستقیم پیدا کرده با سرنگونی این رژیم. ببین، وقتی قطعنامه صادر میشه، اگر اینو ما بگیریم تعمیقش بکنیم، هیچ نتیجه منطقی دیگه‌ای نمیتونیم بگیریم جز این که بگیم این رژیم رفتنیه، باید بره. بحث بحث جناهی نیست، بحث بحث فردی نیست، بحث بحث دعواهایی نیست که حتی ما نسبت به مثلا این جناح یا اون جناح داشته باشیم. لاجوردی اومده بوده، لاجوردی آدم ذاتن خبیثی بوده، نمیدونم الان فرق کرده یه خورده. ببین، اصلا بحث اینا نیست. الان آقای توحیدی گفت چه قانونی رو عوض بکنه؟ این قانون اگر قدم اول که نه عوض بخواد بکنه، باید سلسله ای از چیزهای دیگر رو به جان بخره. نه. و این راه بالاجبار، راه